علت این که من و موری اینجا نشستیم با هم صحبت میکنیم شکایتی بود که موری از من داشت. چی شکلی بود که ما اومده بودیم به یه حالتی گفته بودیم که آره موری تو که فن ما بودی و فلان و اینا، ایشون تماس گرفتن گفتن بله آقای موری، ایشون گفت شما ان من هم نیستی. نه آقا نه دیدیم سوابق کاری، سوابق کاری و غیره اینو ثابت میکنه این کار حرف کاملا درسته. ولی به من یه حرف زد موری که علت دوباره شاید ریگروپ شدن و اولین باری که به قضیه اقتصادی دارم برار میگیرم این بود که تو منو قضاوت کردی و من گفتم چطور، گفتش که خیلیاتون میدوزین و میبافین میرین جلو. اگر من میگم جمهوری اسلامی آری پس متنفرم از بخشی از ملت. خیر، من اتفاقا میخوام حرف بزنم. برگردیم سر موری همو. موری همو بعد از اینکه خیلی فعالیت میکنه، خیلی صحبت ها میکنه، مثل این که دچار یک سری مشکلات اساسی میشه توی ترکیه و دوست داری خودت شروع بکنی که چی شد، مشکلات چجوری شروع شد؟ بگم ببین من اومدم. آره دقیقا ببین من خلاصش رو بگم، خلاصش هم باز طولانیه، راحت بشه. اومدم تو این داستان، خب خیلی کار نتونستم بکنم، میدونی؟ اومدم مثلا دوستامی که حرف نمی زدن، چه خواننده چه بازیگر، که الان واقعا من از همشون معذرت میخوام اگه چیزی گفتم، گفتم شما نباید کار کنید، شما باید بیاین استوری بذارید. آقا استوری چیه؟ اصلا پشمام ریخته الان که بهش فکر میکنم چه کاری بود مثلا میکردم. اصلا کاری باز با هیچی ندارم، اصلا با نه دولت با هیچی. آقا اخلاق خود این چه رفتار زشتی بود من میکردم، میومدم فحش میدادم و آرتیست فوش میدادم. من همیشه مخالفم، میگم نباید فوش بدی به آرتیست. مثلا میدونی طرف الگوه، طرف مثلا یه عمر زحمت کشیده تا پیش مردم عزیز بشه، بعد من میومدم فوش میدادم. حالا یه عده‌ای هم از طرف من میرفتم به طرف فوش میدادن. اصلا خیلی پشیمونم سر این داستان و کم کم کارم، زندگیم اللحاظ مالی رو به پایین همینجوری اومد رفت رو به پایین. هی خونه عوض کن، هی فلان بکن، شبا با استرس بخواب، شب مسلح بخواب، چه میدونم از این داستانا، میدونی همش فریک اینو داشتم الان یکی میاد تو، الان یکی میاد تو. چرا آخه من، مگه زندگی من این بوده مگه که اومدم تو این داستان؟ اصلا جوری شد من نرفتم حتی اقامتمو بگیرم، یعنی تمدید بکنم. 9 سال 8 سال 9 سال ترکیه بودم دیگه، کاملا قانونی زندگی کردم، میرفتم میومدم، بیمه همه چی اوکی بود، نرفتم بگیرم. تا اینکه گیر کردم و ایسوازسی گرفت و اقامتم رو نگاه کرد و در جا دستبند و خداحافظ، ما رو بردن کمپ. استرسای ما اونجا شروع شد. حالا یه سری اتفاقات افتاد که اونا رو ما جای دیگه گفتیم، صحبتش رو کردیم. رفتیم کمپ و 10 روز رضا من نه بیرون خبر داشتم نه بیرون از من. حالا بیرون روز. از من تا حدودی خبر داشت. 10 روز تمام توی یک کمپی بودیم. خب به جون مادرم، ببین یه اتاق 6-7 متری، خب 20 نفر 30 نفر تو اون اتاق، دستشویی نداشت، یکی اونجا میرید یکی اون گوشه میشاشید، بوی گند، طبقه بالا هم شاششون میرید تو سر ما. 10 روز ما اون، 8 روز یا 10 روز ما اونجوری زندگی کرد. عجب. تو اوج گرما من یه ذره آب بخورم، آبامو چیکار کردم؟ من این تو ویدیو آب میخورن میگن چیزی میزنی. نمیدونم، ولش کن نیستش. خلاصه این در روز گذشت و بذار یه آب بیارم. آقا به خدا چون گرمه ما آب تشنه هم میشه. بعد هایدرت باشه دیگه. مردم همه چی میگن؟ تو نگاه هم بکنی میگن آه زن ما نگاه میکنه. یه ذره دیگه بخورم. آقا همون روزای اول داستان من رسانه‌ای شد، یعنی رفت تو کدوم رسانه ازت حمایت کردن؟ ببین زده بودم در خطر اعدام، میدونی اصلا من خودم هم پشمام ریخته بود، آجی از خودم ویدیو گرفتم یا اون ویدیو پخش شد، یعنی همه رسانه ها گذاشتن همشون، یعنی اینترنشنال، بی بی سی، من و تو، اینا رو تو رو ساپورت کردن در خطر اعدام. همه اصلا در صورتی که تو مشکلی نداشتی که تمدید نکرده بودی و مشکل قانونی داشتی توی برای سیتیزنشیپ. آره ببین خودم هم ترسیده بودم. آره آره خودم هم اومدم، از خودم ویدیوش هست.
استوری گرفتم، استوری یادم پیجم هم زدن همون موقع، یادم نیست تو یوتیوب هم فکر کنم گذاشتم، گفتم آقا من واقعا تو خطرم، شاید مشکل بزرگی برام باشه، میخوان دیپورتم، چون هی میگفتن دیپورتت میکنیم ایران، دیپورتت میکنیم ایران. منم که اون داستانا بود، اون قضایا پیش اومده بود، اصلا پشمام ریخته بود، خیلی استرس کشیدم رضا، یعنی اصلا نمیتونم بهت بگم چقدر استرس کشیدم، حالم بد، تو اون کثیفی اصلا نه غذایی بود بخور، اصلا ببین داشتم نابود میشدم. منی که همون سال قبلش بهترین زندگی رو داشتم، چند ماه قبلش، سال قبلش هم بهترین زندگی رو داشتم، پشمام ریخته بود که الان من اینجا چیکار میکنم، چرا باید همچین استرسی داشته باشم. آقا رفتیم و اون حالا پخش شد و بیرون، من نمیدونستم چه خبر، کی داره چی میگه، امضا و اینا جمع شد که آقا اینو دیپورت نکنید و فلان و 60-70 هزار تا امضا جمع شد. بعد ما رو بردن توی یه کمپ، توی زمین بسکتبال، پر از آدم، پر از آدم، زن و بچه و کوچیک و بزرگ و حامله و اصلا یه وضعیتی، من پشمام میریخ اینا رو میدیدم. بعد از دو روز انتقالمون، حتی اینم بگم من اونجا دو روز توالت شستم، خب به شرط اینکه موبایلم رو به ام بده، من فقط زنگ بزنم بگم اینجام، جان مادرتون مثلا لباس بیار، فقط لباس، اصلا آزاد نشم، فقط لباس بیارید برای من، چون تو چله تابستون یه هودی پوشیده بودم با یه گرم کن داشتم میمردم. دو روز توالت شستم، بعد پلیسا گفت بشور من بهت میدم، هی میومدم میرفتم ما هی میشستیم دیگه. بعد دو روز پلیسا بهم نشخن زد الماس، گفت الماس یعنی نمیشه، برو اونجا ببینم. هیچی، حالا کاری ندارم چجوری دستبند زده بودن و این بس پلاستیکی ها هستن، بس پلاستیکی هایی که سیم میبندن، 8-9 ساعت اینجوری ما نشسته بودیم، خشک شده بودم. ما رو بردن زندان و رسیدیم توی زندان، حالا نه موادی میزنم، من مشروبم نمیخورم، از خلاف سنگینم سیگار، غیری و ملی اصلا هیچی، میسوختم از اینکه بابت هیچی، بابت اشتباهاتی که خودم کردم الان اینجا گیر افتادم. ما رو بودن زندان آقا، رفتیم و یکی دو روز دیگه دسترسی به تلفن داشتم، چه خبر فلان دیگه، حالا اون لحظات احساسی شو اینا یه سختی خودشو داره، اونا به کنار. میفهمم. این رئیس زندانه هر شب مثلا روزی دو بار سه بار منو میکشید بیرون، فقط با من نبود، مثلا میدید که کسایی که پرونده دارن هی وکیل لنبال کارشونه روش حساس میشد، میگفت چیکار میکنی میری ایران؟ گفتم نه، گفت میفرستینت، نگران نباش. هی دوباره ساعت 4 صبح منو صدا میکرد، بعد دو طبقه میرفتی پایین، 10 تا گوبندی یعنی همون نگهبان باهات میومدن که در نری، زندان سرسختی هم بود. میگفت هفته دیگه به تهران سلام کن. آقا منو میگی من پشمام میره؟ گفتم خدایا من چی، من اصلا چیکارم، تای پیاز بودم، چرا من این، من اونجا اصلا قبلش هم دیگه هیچ فعالیتی نمی‌کردم، اینم بگم ها، یعنی قبل اینکه بخوام گیر بکنم ما 3-4 ماه درگیر پروژه یکی از بچه‌ها بودیم، آلبومش رو جمع کنیم، موزیک ویدیو بزنیم، کلا از اون فضا خود به خود دور شدم، مثلا اون فضا واسم فضای چک شده بود، کلا چک از نظر اینکه زندگیم تو این مسیری که مال من نیست افتاده بودم بود. آقا این پلیس اذیت رو می‌کرد ایستندانه، هی برو بیا دیگه، همونجا تو سرم جرق خورد، گفتم این مسیر اشتباهه، شاید اصلا من اینجا دارم کارمای همه اینا رو با هم پس میدم، کارمای یه چیزی دیگر رو که میدونم چیه پس دادم، حالا چون خصوصیه اینجا نمیگم، کارمای این قضیه که پابلیک داریم صحبت میکنیم این بود که یارو میگفت میفرستمت ایران، میدونی؟ گفتم به خاطر اون فوشایی که دادم، شاید دوتا جوون خب چه میدونم هر کی حرفای من روش تاثیر گذاشته باشه، آقا رفته باشه توی اتفاقی براش افتاده باشه تو خیابون، میری تو خیابون که پلیس نازت نمیکنه، حالا چه هموطن باشی چه نباشی، داری شما جنگ و دعوا میکنی، بالاخره یه درگیری پیش میاد، یه اتفاقی میفته، آقا نمیگیم کشته شده، یه ساچبه ای بره تو دستش، یه لگدی بخوره، اصلا یه باتوم در کیونش بخوره کبوت بشه در کیونش، میدونی؟ همه اینا رو من واقعا از وجدان گرفتم. بعد اینکه گفتم آزاد بشم، گفتم میخوام فقط زندگی خودم رو بکنم، اصلا به من چی میره، من سر پیازم، تای پیازم، آقا دولت همینه، اصلا اینه، ما مگه میتونیم، اگه اینجوری بود که دیگه هیچی دیگه، طرف تو آمریکا خوشش نمیاد، جو بایدن کیه بذاریم بره بابا، فلان جا کیه بذاریم بریم تو خیابون یه داد بزنیم، دیدی که توی ساختمون
کنگره آمریکا چه اتفاقی افتاد دیگه؟ 21 نفر سر انتخابات کشته شدن دیگه، سر ترامپ و بایدن. این اتفاقات که حتی ترامپ واسه این قضیه دادگاهیش کردن و ازش توضیح خواستن. ببین هر جامعه یک قانونی داره و اگر تو بخوای نقضش بکنی، اولین چیزی که باید بپذیری مواجه شدن با هر گونه اتفاقات حتی به قیمت جونته، چون هیچ حکومتی نمیاد بگه بفرمایید این کلیدش خدمت شما، سندش هم فردا میگی منگوله دار بیارن بدن. دقیقاً مخصوصا حکومتی که بر پایه دین ساخته شده، دین اسلام، اینجا یک حکومت شیعه هستش. ما خب بر حال ما شیعه هستیم، هممون به حال شیعه زاده هستیم، آشنایی داریم با این قضیه، باکی نیست. یعنی اینو ما باید بپذیریم که به این راحتی ها نیستش که ما بخوایم، چون آقا الان اتفاق افتاده. ببین زمان خاتمی، من خاطرمه یک کسی میمد بیرون توی خیابون، میگم خاتمی منظورم اون دوره زمانیه، نه اینکه مثلا الان خاتمی اتفاق خاصیه، نه، همه پول داشتن، درآمد داشتن، چون توده مردم یه چیزی که من همیشه تو سیاست میگم، سیاست مدارا شاید هر جایی بتونن استفاده بکنن از مردم، ولی جایی که هیچ موقع سیاست مدارا کسی هواش رو نداره، زمانی که توده مردم بهش اون غذایی که همیشه میرسیده نرسه، اون پولی که بهش میرسیده نرسه، فقط کافی اتفاقات بیفته، میزنن زیر همه چی، میگه آقا دیگه نمیخوام. افرادی که تا دیروز پشت نظام خودشون نشون میدادن چون بهشون غذا میرسید، آب آفرین. یه چیزی بگم، من اینو نگم اصلا، باید الان جاش بود، چون این حرفا زدی جاش الان بگم. ببین هیچ کس، پدر رپ فارس، آقا مگه ایشون نیومد عکس شناسنامه‌اش رو گذاشت کف انگلیس، گفت به روحانی رأی بدین؟ بعد یهو چرا باید اینجوری بشه؟ الان حرفی که زدی این اومد تو ذهنم، یه بار یه روز میان میگن اینه. خب ایشون هم خیلی تأثیر گذاشت. آفرین، بحث تأثیر گذاری کسایی بود که بحث همینه. شما رفتی رأی دادی، یه ایل آدم رفتن رأی دادن، بعد فرداش اومدی میگی مک بعد فلان. و این بازی کردن با جان مردمه. مردم ایران بخش زیادشون چشمشون به افرادیه که اونها رو یا قبول دارن یا توی رسانه دنبال میکنن. فضای مجازی هم این شانس رو داده به محتواسازی یا اون سلبریتی یا اون فردی که خودشو انفلوئنسر یا فردی که نفوذ داره روی یک جامعه، که هر چیزی رو بگه. ما حتی ما از لحاظ سیاسی یک اپوزیسیون درست حسابی نداشتیم، 4 روز بغل هم دوام نیوردن. دقیقاً از اون رنج بیای پایین، سلبریتیه، نمیدونم دو تا دونه فیت با این داده و دو تا سینش بزرگه، کونش بزرگه دیده شده، وای به حال ملتی که بخواد این افرادشون تأثیر بذاره. و خیلی های دیگه فرصتی رو پیدا کرده بودن که یک جوری خودشون رو خالی کنن، مثل تو که نیت تو امروز داره میگی که من جمهوری اسلامی به رسمیت میشناسم، این کشوری که توش بزرگ شدم، و خیلی از رفتار خودتو حواشی یک توفاق گر میگی. دیدی فیلم برره بود، یه نفر این پد روی یکی برقه جرف میگرفت، همین پدن رو هم میگرفت، هیچ که میبینست چی داره میزنه، بریم ببینیم چی میشه. خب این فقط یک توجیه داره و توجیهش احساس. خیلی از احساسات ما ایرانی ها توی خیلی جاهای مختلف، توی دورهای مختلف، مخصوصا بچه های دهه 60، یه سری بچه های دهه 70 سرخورده شدن، خیلی چیزا رو باهاشون درست تا نکردن، و این نقد واقعا به کل بدنه نظام حاکم بر مملکت وارد. ولی اتفاقی که میفته، یک آدمی مثل آقای وحید خزائی بعد از اینکه قرآن آتیش میزنه، بعد از اینکه فحاشی داره، فلان داره، هزار چیز دیگه، کل پرونده‌ای که حالا با دخترها غیره اینا داشته، میاد توی ایران و برخلاف اون چیزی که رسانه سعی میکنه بگه، نه تنها الان داره زندگیش، ببین چی آدم نفی برای نظام، نه سواد داره، نه از نظر بنده عقل درست داره، یک آدم ادیکتد داره، زمین راه میره، خیلی هم اتفاقا زحمت داره تحمل همچین آدمایی. دارم میگم نه ایشون تاثیرگذاره، ایشون یک آدم مثل مینی چتای من، یه آدمه که یه دیگه لایف استایلش اصلا دلغکه. خب
پس یعنی جمهوری اسلامی این فرد رو نمیاد متمایز بکنه بگه من اینو در میارم بیرون از فلان اخی و فلان حکم که من خود چه تأثیری بذاره. حرف نمیتونه بزنه این بنده خدا. حالا من ناراحت نشی آقای خزعی دیدی چیزی که هستی. پس امروز داریم که جامعه دیگه. ایران داره درش رو وا میکنه و اون لاک پشتی که داره کم کم یک مسیر رو تیر میکنه امروز سریعتر داره حرکت. تو به من بابا گفتی اصلا که اصلا خیلی همون قضیه لاک پشتر که میگی ببخشید میونه کلام راحت. من یه چیزی دیدم از روزنامه هفت صبح، من اصلا پشمام ریخت. بعد چقدر خوشحال شدم اینو دیدم، اصلا خیلی کیف کردم دیدم در رابطه با رپ اومده مقاله یه چیز خفن نوشه، نه که تخریب بکنه این چیه اون چیه، زده بتل پوری با ملتفت. من خیلی حال کردم، اصلا پشمام ریخت با این که ملتفت آهنگ سیاسی خوندن فلان کردن نمیدونم. من خیلی ملتفت رو دوست دارم، من اصلا ملتفتی هم، هم پوری رو دوست دارم هم تو رپ، من عاشق ملتفت هم کلن بچه ها. من آره اصلا نمیشناسم، ولی اینی که داری میگی رپر ها، من رپ رو زیاد وارد اصلا خیلی ببین خیلی خفن بود. بعد تو موزیکشون قشنگ فوش میدن فلان میکنم، میدونی یه آزادی باحالی بود. من خیلی هم بیرون بچه های زد بازی. آره دقیقاً کاری ندارم. جامعه ببین تو حساب کن، در این حال که میگی رپ بتل آدم های خفن داره انجام میشه و به هم فروش هم میدن، این نظام داره اون فرد مذهبی قومی هم داره مدارا میکنه. ببین ما باید اگر ببین من یه چیزی رو میگفتم، میگفتم آقا به هی توی اینجا میگن فلانی ها بردن وزارت فلان، بردن نیور مرد کشتنش قطعاتش رو ریختم. آقا این سازمان یافته است که شما مأموری که توی خیابانم، شما پلیس، من مثال زدم گفتم خارمادرتون رو دوست دارید شب جلوی کیوسک که بسیج ببینید با چهار تا بسیجی واسدن، یعنی یه 206 روشن اون چهار نفر جل زدن توش بچه های گل گل رشیده مثلا 100% تر میدونی میخوان میدونی که بعد خانوادت کجا امتره. دروغ نباید گفت، ما هر کدوممون ترجیحمون اینه که اونجا باشه، امنیت بهتری خواهد داشت. یک رنجه، نه اینکه خدای نکره کسی بده فردی نیست، یک رنجه، یک کلی نگریه. من نشسته بودم 20 سال پیش تو تابستون گرم اون زمان، دوران خوش همه مردم، روی سنگی تو تهران رو خونه مادر بزرگم روبروم شدم، یه آرشگاه زنونه بود، یه پسر معتاد اومده بود در این جا رو وامی که خانم خانم اینا زنگ میزنن مأمور، بسیجی میاد اینو میگیره میکنه تو ماشین میبره مقاومت میکنه، بسیجی یه دونه میزنه پس گردنه که اینو ببره نمیبره. بعد که تمام میشه میبره، یادم اومد اینجا که خانم عرضی نداری دو بندجی که تو غلط میکنی به پسر جوون رشیدو میزنی واسه چی زدیش؟ چون که طرف بسیجی بود این خانم بدش اومد دیگه کارشو ندید. ما اگر امروز برگردی بگیم که اینا همشون بدن، اینا همشون آدم کشن، خستگی روی دوش اون مأموری که خودش هم حقوق بگیره، تمام کسانی که معممن دزدن. بابا چند برید نگاه کنید توی قوم، ما آدم بد و خوب داریم مردم، ما اینجوری نیستیم که بگیم چون این عمامه داره ببینید چه این عمامه اینا رو میپرونن توی خیابون، طرف تو مترو. آخه اون اگه داشت که بند خدا تو مترو بود که تو عمامه‌شو بپرونی، پشت سی جی میشه که تو بتونی بزنی، تو خیابون راه میرفت که تو بزنی. ما آدمای بدی شدیم و تأثیر پذیریمون از رسانه همونقدر این بده، همونقدر این بده که اون صحبتایی که راجع به هم دیگه کردیم به عنوان دغدغه‌ای که داریم جلوشو میگرفتن بده، همه اینا بده. و امروز من خوشحالم چون نظام جمهوری اسلامی داره نشون میده که انعطاف داره. چرا من خوشحالم و از این نظام خوشحالم؟ به خاطر اینکه من دوست ندارم تیک پاره شدن این کشور رو ببینم. هیچ اپوزیت، شما الان عراق رو بعد از صدام حسین، صدام حسین ما متنفریم ازش دیگه، ولی عراق رو بعد از صدام حسین نگاه کن موری، هر کشوری یه پایگاه توش زده، هر کسی هر با ما اونجا هستیم. کشوری که زمانی اومده بود تو ایران، الان رو اوضاعشو نگاه کن ببین. ببین من دارم راستشو میگم دیگه، نه واقعیت دیگه سیاسی نخواهیم داشت. پس باید جامعه‌مون رو بسازیم. تحریک کردن یک سیستم امنیتی به درد نمیخوره. همین که تو داری میگی امروز اجازه ورود زنها رو به استادیوم دادن، اجازه رپ کردن رو دادن، تو داری میگی فلان،
داره رشد میکنه. اینجا طالبان نیست، اینجا داعش نیست، دروغ نگید. آره دقیقا داره رشد میکنه. اگر انسانیت، انسانیت، من اگر من اینجا برگردم شما گفتم سلام موری همو خوبی، ما بهترین کشور جهان هستیم، تو میگفتی باش رضا جان فلان اینا تو ذهنت، خدا نگهدار بری، اینم حیوان عذاب در اومد. نه دیگه حقیقتیه دیگه، ما همه چیزو داریم میبینیم، ولی اون تهیج نیازی نیست. ما امروز نیاز داریم به این که همه دم همون ببینیم و به هم کمک بکنیم، از مسئول از غیره. و لاشی بودن یک سری آدما جزوی از بافت ایرانی هاست که میتونه اون آدم لاشی چه از کف خیابون باشه. تو من صحبتی کردم گفتم شما بلند شو برو دادگاه خانواده، برو دادگاه امور مالیاتی، ببین ملت چجوری سرم دارن کلا میذارن. بابا دیگه اونجا ارزشی و بسیجی که نریخته که دارید دهن همدیگر سرویس میکنید، یه خورده رحم. چرا باید هر چیزی که اینترنشنال بگره قبول بکنن، ولی انگار که مثلا هر روز بلند میشن تو ایران یه عده به قصد به نیت میخوان برینن تو سر مردم. اینجوری که نه، اگه اینجوری بود که ترکیده بود، اگر اینجوری بود اصلا یک نفرم وای نسته بود امروز توی کرمان. جامعه در حال تغییره، نسل جوان دید دیگه ای داره، سیاست های نظام اینو از نظر من این سری این لاک پشت رو تر حرکت کرده با اتفاقاتی که افتاده. و من به تو اینو قول میدم، تو صحبت کردی گفتی امروز من دوستانی از دست میدم، رضا با تو حرف میزنم. گفتم آره، به خاطر اینکه منم که امروز چطور نشستم دارم صحبت میکنم، دوستای زیادی از دست دادم، آدمای زیادی بود. و علاوه خیلی دشمنایی که برام به قول خود دوستای جدید پیدا میکنی. ولی آدم دوستای جدید پیدا میکنه. آره ببین من منی که منی که چش نداشتم تو رو ببینم کاری که میکردی رو، من که من تا حالا هیچ وقت چیزی نگفتم داره اشتباه میکنه، این داره تعیج ایجاد میکنه. همیشه تو زن... چون دوستت داشتم میدیدم عشق منه، این دو طرفه است داشت، من هم دوستت دوست شدیم. دود همون که دوست شدیم راهمون یهو جدا شد، اون اتفاق افتاد. آره، ایشون رفت این بر من رفتم این بر. امروز که جفتمون برگشتیم خبری نیست و هممون ناراحتیم از دست و از این همه آشوب، از این همه خونی که الکی ریخته شد. بدونی من از این میسوزم، میگم آقا اگر ارزش من بود خیلی خوب بود، بی هدف پوچ چیزی پشتش نبود. حتی اگر دوستان موفق می شدن تا بیت هم برن بگیرن، بعدش بازم خونریزی بود، تمومی نداشت، چون اتحادی نداشت. در این که یک سری افراد شاکی هستن، اپوزیسیون هستن، اوکی، آیا اینا با هم متحدم هستن؟ ببین یه چیزی بگم، من مسخرگی رسانه رو همین آدم ها رو میدونی کجا فهمیدم؟ که یه مش دنبال فقط خبر و فالوورم، یه واقعیت، چون من دردشو کشیدم. ببین تا من رفتم اون تو همه اخبار رفتم بالا، آقا دمشون هم گم، دست تک تکشون هم میبوسم. آیا یکی اومد بیاد دم بازداشتگاه، یکی اومد بیاد بگه شما وکیلی میخوای، شما پولی لازم داری؟ میدونی چی میگم؟ همه هم که قربونشون برم دستشون به دهنشون میرسه دیگه. یکی اومد بگه فلانه، من پشمام ریخت. بکنم گفتی که فقط همسرتو داشت، فقط خیلی ها بدتر از من، چه میدونم مثلا تو همین مثل من بودن، فوش دادن دیگه. حالا من این کارا رو نکردم، کارهایی که اینا کردن خب بالاخره خیلی کارا سنگین تری، مثل وعید خزایی رفتن تموم شد. چقدر خودت نه. فکر میکنی من میخوام خودت بپرسم، به حال رسانه که اومده اسمت هم آورده استاد، چقدر فکر میکنی این رسانه ها دخیلن توی گمراه کردن فکر مردم و دخیلن توی نمک زدن و گور دادن به آتیش مردم؟ آیا فکر میکنی تأثیر رسانه هایی که حتی اسم تو رو آوردن گذاشتن اونجا به عنوان کسی که داره اعدام میشه، ولی تو هنوز تو ترکیه هستی، مثبت بوده واسه جامعه، منفی بوده؟ بعد هر کدومی که داری میگی توضیح هم بده به مخاطب، من بخوام از دهن کسی که خودش اینتراکشن داشته با این جور مباحث بشنوم. آره. شاید آقای امیرحسین مقصودلو زمانی که تو گرفتار بودی به خانومت پری پیام میداد چه کمکی از دستم در میاد، نون و نمک موریو خوردیم، به جای اینکه بگه بیا میخوام ببینمت خصوصی، شاید هیچ وقت یک سری چیزهایی که دیده بودی رو بازگو نمی‌کرد.